به نام خدا و سلام. امروز پنجشنبه 25 آذر ماه، همراه ما باشید با گزیده مهمترین اخبار اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان در هفته ای که گذشت. 1. 80 جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. در این جلسه برگزاری همایش با موضوع مسئولیت‌های اجتماعی به تصویب رسید. 2. در مراسم 25 دوره انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه کشور، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلنور، تندیس صادرکننده نمونه ملی را از معاون اول رئیس جمهور دریافت کرد. 3. در نشست رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان با اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، مدیران صنایع و جمعی از فعالان اقتصادی، مهمترین دغدغه‌ها و مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی مطرح و پیشنهاداتی برای رفع آنها ارائه شد. 4. تقویم نمایشگاهی استان اصفهان در سال 1401 در نشست کارگروه توسعه صادرات استان در اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد. 5. نشست کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با هدف بررسی آثار افزایش نرخ حمل و نقل بین الملل بر صادرات سنگ ساختمانی و مواد معدنی و همچنین وضع عوارض 1% از فروش معادن به توسعه روستاها برگزار شد. 6. سفیر ایران در سنگال در نشست کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد سرمایه گذاری در سنگال مانند سرمایه گذاری همزمان در 8 کشور آفریقایی است. 7. راهکارهای مربوط به رفع مشکلات صادرات فلفل دلمه‌ای در نشست کمیسیون کشاورزی، سلامت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان بررسی شد. 8. وبینار الزامات تولید صنایع دستی با تأکید بر بازارهای جهانی به همت کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش و واحد امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی اصفهان و با همکاری اتحادیه صنف صنایع دستی شهرستان اصفهان برگزار شد. 9. واحد پژوهش و بررسی‌های اقتصادی و کمیسیون کشاورزی، سلامت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به برگزاری وبینار مهندسی گلخانه، افزایش بهره‌وری با استفاده از فناوری‌های نوین نمودند. 10. مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان به مناسبت روز جهانی معلولین دوره مجازی ویژه خلاقیت و ایده پردازی را برگزار کرد. برگزاری رویدادهای امور گمرکی و ترخیص کالا، همچنین فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت پلیمر از دیگر برنامه های این مرکز بود. 11. دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در شهرستان‌های خانسار، چادگان، فریدن و فریدونشهر اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک نمود. همچنین 5 جلسه رویداد آموزشی گلپایگان با موضوع قوانین چک و سفته نیز برگزار شد. 12. سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه رویداد نقش مدیریت استعداد در کمال و تعالی انسانها در سازمان، همچنین اختتامیه دور اول مدرسه تخصصی مهارت محور متمم را برگزار کرد. با تشکر از همراهی شما و خدا نگهدار.